محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین همراه ما هستند تا تحلیل ایشان را پیرامون این خبر بشنوید. آقای سروری، با سلام و عرض ادب و تشکر از شما. آقای سروری، این گونه اقدام های طالبان که حکایت از پایمال کردن حقوق اولیه و مسلم شیعیان و هزاره ها داره، تا چه حد با ادعای طالبان مبنی بر رعایت عدالت در حکمرانی تناسب داره و بفرمایید چه راهکارهایی برای مقابله با این زورگویی ها وجود دارد؟ سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترم و بینندگان این شبکه خبری. ممنون. خدمت در شبکه، اقدامات ظالمانه و جابرانه رژیم نامشروع طالبانی مبتنی بر غصب هدفمندانه املاک هزاره ها که در حقیقت به قصد فراری دادن هزاره ها از اماکن و محل سکونتشان صورت میگیرد، این نهفته دمو افکار پلید و متعصبانه این دشمنان بشریت می باشد که به دنبال یکسانسازی جامعه هم از لحاظ زبانی و هم از لحاظ تباری و قومی و هم از لحاظ مذهبی می باشند. به می دلیل فشار می آورند تا هزاره ها را عرصه زندگی را بر هزاره ها به هر نحو ممکنی که باشه تنگ بسازند. سیاست تسخیر سرزمینی های هزاره هایی هم پیشینه تاریخی داره که ایره همه می دانن و طالبا هم با اعمال فشارهای انسان ستازانه خود بر هزاره ها سعی میکنه که زمینه فرار سیستماتیک و تدریجی هزاره ها را از افغانستان فراهم بسازه و از بدوی به قدرت رسیدن طالبان ما شما شاهد کشدادن های فراوان اجباری هزاره ها توسط این گروه ظالم بوده ایم. مورد شهرک نوابات یک توطئه ناجوان مردانه است که من فکر میکنم این مسئله هم ریشه در تفکر باطل طالبانی داره و طالبان مدعیه که زمین ها چی است؟ املاک دولتی است در حالی که حقیقت نداره. زمین های شهرک نوابات غزنی تعلق به مالکین بومی از اون منطقه بوده است که آنان زمین های اضافی خود به هزاره ها فروختن و خریداری این زمین ها هم طی از دو دهه اخیر صورت نگرفته، بلکه از بدوی به قدرت رسیدن مجاهدین و در زمان حکومت صبغت الله مجددی خریداری این زمین ها شروع شد که من خودم از ولایت غزنی هستم و کاملا در جریان از قضیه خبر قرار دارم و این زمین ها خریداری شد و به مرور زمان ساخت شروع شد و اسکان مردم صورت گرفت که حالا بیش از چندین هزار خانوار در اونجا زندگی میکنم. من شخصا فکر میکنم که مصادره املاک هزاره ها که واقعا هدفمند است در شرایط فعلی کار از دست مردم ساخته نیست، فقط تنها میتونیم بگویم که باعث یک رسوایی بسیار بزرگ و بیشتری طالبان می شود در انظار جهانی. اما در ارتباط رعایت اصل عدالت در حکومت طالبان باید خدمت عرض شود که طالبان با واژه های چون عدالت، برابری و آزادی رعایت حقوق بشر میانه خوبی ندارند. در شرایط فعلی هیچ راهکاری برای مقابله و جلوگیری از ستم هایی که بر مردم روا داشته می شود وجود ندارد. مردم افغانستان در شرایط فعلی خودان خرا برده های بیش حس نمی کنند در برابر حکومت طالبان، مگر ای که سازمان ملل متحد با حمایت قدرت های بزرگ جهانی در قبال این همه حق‌کشی هایی که بر انسان هزار از جانب طالبان صورت می گیره وارد عمل شوند و زمینه ایجاد یک حکومت مردمی و همشمول در افغانستان فراهم نمایند. این تنها یک رای چی است؟ رای چاره و رای مقابله با سیاست های قوم ستیزانه و مذهب ستیزانه این گروه غاصب و جابر. بله، با تشکر از محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل که از وین همراه ما بودند و تحلیل خود را پیرامون این موضوع ارائه دادند.